سلام به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا و برنامه در همین نزدیکی با شما. شقایق هستم. به همراه پوریا با خبرها و گزارش‌های شما در خدمتتون هستیم. خب برای شروع برنامه بریم یه گزارش که شما خوبان برامون ارسال کردین و ببینیم و برگردیم. الان دقیقا ساعت 3 شبه. آقا یکی بیاد بپرسه واقعا این ماشینا از کجا اومده داره به کجا میره خدا وکیلی. اگه ممنوعه خب برای همه ممنوعه. اگه ممنوع نیست که بعد جوابگو همه باشن. درست بالای 40000 تا. انیکس بالای 40000 تا نمیدونم رفت تا آخر داده ماشین. واقعا اینا مالکیه. این همه وارد کننده بوشهری این همه کاراشون خوابیده. واقعا کسی نی جوابگو باشه. شما تا آخر نگاه کن بگیر واقعا شما نگاه کنین. چه فرقی داره ما با وکیه؟ واقعا همه مردم گرفتارن بالای 2000 تا ماشین تو گمرک بوشهر خوابیده. ترخیص نمیشه بعدی نمیدونم مال آقازاده هاست مال کیه میان اینجا ترخیص کنون از مورد بوشه رو میبرن ساعت سه شب اگه واقعا قانونی باری ساعت 3 شب بله دزدکیه دیگه ساعت 3 شب خروج میکنن که کسی متوجه نشه. تو ایران برای آقازاده ها همه چی آزاد هست و برای مردم ممنوع. کلی شرایط و قوانین سنگین گذاشتن برای واردات خودرو. اون وقت این همه ماشین وارد شده تو این شرایط نابسامان ارز تو ایران. باید از آقای روحانی بپرسیم که شما خبر داری که این خودروها با ارز چند تومانی وارد شدن؟ بی‌نظیر جماعت خوش سفر از این جاده باعث شده تا مسئولان یه تصمیم بسیار بسیار مادی بگیر. جاده چالوس رفتن قرار 20 تومن آب بخوره. خدای خیریه. والله ورودی میخوام بگیرم 20000 تومن. بله 20000 تومن ناقابل از هر خودرو. حالا هدف از این اقدام غیر فرهنگی چیه؟ تردد در این جاده رو سامان بدیم. سرویس های مناسب رو به مسافرین ارائه بدیم. امکانات بهتر بهداشتی، درمانی، رفاهی، امکانات تفریحی بهتری برای مردم فراهم بکنیم. آقا دست شما درد نکنه ولی فکر کنم به جای خدماتی که بعداً میخواید به مسافرها بدین احتمالاً داغ شمال رفتن از جاده چالروس رو به دلشون میذارید. هوا ابری و من با چشمای تر دوباره بدون تو میرم سفر. این آقایون از همه چی میخوان سود در بیارن. جاده چالوس یکی از میراث به جا مونده از رضا شاه کبیره که بعد 39 سال آقایون نتونستن نمونهش رو توی کشور بسازن. اون وقت از همین جاده میخوان سودجویی کنن و 20000 تومان عوارض بگیرن. آدم میمونه چی بگه؟ Thank you.
مقامات محترم گفتند که آرامش به بازار ارز برگشته و انصافا هم راست میگن. شما الان تشریف ببرید چهارراه استانبول، بسیار آرام، یعنی آرامشی که در چهارراه استانبول هست الان در خود استانبول همچین آرامشی وجود نداره. صرافی ها آرام و خلوت، عموما همه زل زدن به دیوار روبرو و دارن موسیقی سنتی گوش میکنن و کیف میکنن. دلار بودنش منشأ بدبختی و بیچارگی و فساد و اینهاست. دلیل دارم ها، شما این کشورهای غربی رو ببین غرق در بدبختی و فساد و اینها، چون دلارشون زیاده. دلار که زیاد میشه با خودش این بدبختی ها رو میاره. چطور؟ مردمشون چطور نداره که مردمشون میرن دلار میخرن میرن خارج، میشه داخل ما، میان اینجا آرامش بازار رو میبینن. سربازای گمنام امام زمان ریختن چهارراه استانبول و ارز فروشا رو دستگیر کردن که مثلا قیمت ارز رو ثابت نگه دارن و به قیمت پیشنهادی آقای جهانگیری برسونن، که البته الان حدود یه ماهه که کل صرافی‌ها تعطیل شده و ارزی خرید و فروش نمیشه. مردم هم این وسط موندن و دچار مشکل شدن. ولی تو همین شرایط آقایون ماشینای چند صد میلیونی وارد میکنن. سامانه ارزی نیما رو نمایی شد. چی؟ نیما سامانه ارزی هست؟ الان ارز. آقا این دو دقیقه که میخوام حرف بزنم جانم هم به کسی بر نخوره ها، اینا شوخیه. من میدونم که مسئولان در حوزه کنترل بازار ارز خیلی دارن زحمت میکشن، شبانه روزی هم دارن زحمت میکشن، دستشون هم درد نکنه. همین سامانه نیما هم احتمالا خیلی خواهد توانست که نظم ببخشه و کار رو بهتر بکنه در حوزه معاملات ارزی. آقا برای سر سامان دادن به بازار ارزه. بله بله. فرمودن که نظام یک پارچه معاملات ارزی نیما، نیما خیلی نازه، خیلی دوست داشتنی، خیلی خوبه، اما من گمان میکنم که با وضعیتی که میبینم کار ما با نیما راه نمیفته. من یه پیشنهاد دیگه دارم. چی؟ اسکندر. بله؟ اسکندر طرح. یعنی با اسکندر شد، یعنی ابرسامانه کنترل نرخ دلار، این میشه اسکندر. اسکندر بله، که البته خب اسکندر هم نمیتونه تنها باشه، کنارش ما یک اقدس هم داشته باشیم. اقدس اقدس یعنی انجمن قیمتگذاری دم به دقیقه سکه، اقدس. بعد اگه اسکندر بتونه یه کاری بکنه در کنار اقدس در این زندگی مشترک، اون موقع میتونیم بگیم طرح سماق. سماق چیه؟ سماق یعنی سامانه مشترک اسکندر اقدس. این دوتا با هم دیگه میشه سماق. به نظرم بهتر از نیما جواب بده، یعنی آخه با این آشفتگی و این طوفان ها بربالا و بیا پا. من به نظرم نیما نمیتونه کاری بکنه، به فکر همون اسکندر و اقدس باش. بله، مسئولان در حوزه کنترل ارز شبانه روزی دارن زحمت میکشن، کلیه صرافی ها رو تعطیل کردن که دیگه خیال همه راحت باشه. زود میان یه اسم مشخص میکنن و روش میذارن و یه طرحی عنوان میکنن و کلی هم روش پول میخورن. من همواره تأکید کردم که اشتغال مردم نباید آسیب ببینه. آماری که وزیر ارتباطات در سال گذشته اعلام کردن 2 میلیون اشتغال در این فضا، که من گزارشاتی که اخیراً دست من رسیده این اشتغال بالاتر از این هست. صرافیه که تعطیل شده اصلا ضربه‌ای به اشتغال مردم نمیزنه آقای روحانی. بله 2 میلیون اشتغال ایجاد شده، وزیر ارتباطات هم اصلا تعجب نکرد از این حرف. فضای مجازی برای نظارت عامه مردمه. فضای مجازی یعنی امر به معروف نهی از منکر. بعضی ها میگن امر به معروف نهی از منکر از طریق موبایل و اینا ما قبول نداریم، باید بریم تو خیابون یخه طرف بگیریم، این میشه امر به معروف.
نه بابا یخه مردم گرفتن که امر به معروف درست نمیشه، با جنگ و دعوا که امر به معروف درست نمیشه. همین موبایل راه امر به معروف و نهی از منکره. نمیدونم چرا بعضیا از موبایل بدشون میاد، حالا دلیلش نمیدونم. موبایل یعنی متحرک، از تحرک بدشون میاد، میگن نه خلق. از شبکه‌های اجتماعی بدشون میاد، خلق شبکه‌های اجتماعی هم نباشه. از اطلاعات مردم هم خوششون نمیاد، میگن مردم در بیخبری محض باشن شب راحت‌تر میخوابن. ممکنه راحت‌تر بخوابن البته. ما حقوق شهروندی رو تدوین کردیم، اعلام کردیم، بر مبنای حقوق شهروندی باید عمل بکنیم. اطلاع حق مردمه، نظارت حق مردمه، انتقاد حق مردمه. ما باید فضا را برای اطلاع مردم، برای نظارت مردم، برای اظهار نظر مردم فراهم بکنیم. این وظیفه ماست، این جزو حقوق شهروندی است. حالا اینکه یک شبکه انحصار در ایران نداشته باشه البته حرف درستی است، انحصار چیز خوبی نیست. آقای روحانی، شما خودت از این همه دوگانگی تو صحبتاتون خجالت نمی کشید؟ آخه مثلا شما رئیس دولت هستید، اون وقت خودتون دارید دولت خودتون رو نقد می کنید؟ حقوق شهروندیتون هم دیدیم که دخترای مردم رو چجوری تو خیابون کتک می زنین و دستگیر می کنین. بریم یه فیلم از بازی پرسپولیس و سپیدرود که برامون فرستادن رو ببینیم و برگردیم. بازی هفته قبل تیم‌های پرسپولیس و سپیدرود که تو ورزشگاهی که یادگار رضا شاه کبیر بود مردم شعار میدن رضا شاه روحت شاد. اون وقت تو این شرایط که مردم دیگه از این حکومت خسته شدن و دیگه اعتمادی بهشون ندارن، ببینید آقای روحانی چی میگه. به نظر من همین امروز هم از ملت ما سوال بکنیم که آقا شما استقلال میخواهید، میخواهید خودتون تصمیم گیر باشید، یا بیگانگان مثل قبل انقلاب در امور کشور مداخله کنن، باز هم 98.2% خواهند گفت ما استقلال میخواییم. این آمار تغییر نمی کنه. مردم به دنبال آزادی بودند. امروز هم اگه از مردم سوال بکنیم که شما آزادی میخواهید یا اختناق، آزادی میخواهید یا استبداد، حاکمیت ملی میخواهید یا حاکمیت فرد، باز هم مردم جوابشون همونه. همون بیش از 98% که اون روز رأی دادن به جمهوری اسلامی امروز هم رأی میدن. ما که کلی خندیدیم. شما خودتون خندتون نمیگیره آقای روحانی؟ آخه از آزادی حرف میزنید ولی توی این 39 سال از آزادی فقط میدونش تو ایران بوده. ظاهراً شما تو ایران زندگی نمی کنی و این اعتراضا رو نمی بینین. با سلام، امروز 3 اردیبهشت 1397، اینجا اهواز،
هوا هم خیلی آلوده است. ما تو انبار مواد شیمیایی شرکت نفت هستیم. اینم دوست ماست، همکارمون داره جارو میزنه، اونم جاروی بنده است و بساطش. سلام عرض میکنم، بنده صلاح الدین کامرانی هستم، بچه کردستان، متولد 1368. بلند باید صحبت کنم چون اینجا باد میاد نمیشه صحبت کنم صدام برسه. من لیسانسم رو دانشگاه خوارزمی گرفتم، لیسانس زمینشناسی دارم، فوق لیسانس آب زیرزمینی از دانشگاه شیراز و دکترای آب زیرزمینی از دانشگاه خوارزمی تهران. فارغ التحصیل شدم، متأهلم، کارت بانک خدمت دارم. یعنی همه جور حساب می‌کنی یه نیروی کاملا آماده برای اداره کار هستم. اینم گفتنش خوبه که من تنها دکترای بومی آب زیرزمینی در استان کردستان هستم. همه خبر دارن. هر کی تلویزیون نگاه میکنه میدونه کشور با مشکل بی‌آبی کمامی دست و پنجه نرم میکنه. و تو این استان، یه استان به اون بزرگی فقط من هستم، تو شهرستان خودمون، من اداره من منابع آب شهرستان مریوان رفتم. خیلی وقت میگن درخواست دادم برای کارشناس منابع آب، فعلا که شانس نداشتیم، نشد. اینجا هم که کار میکنم خیلی دنبال کاری هستم. خوب شد یکی از دوستان حداقل ما رو معرفی کرد به این کار، چون من متأهل هستم، خدایش خیلی تعریف شد. الان چاره ای ندارم، این کار بیمه نداره. 40 روز اینجا هستی کار میکنی، برای 40 روز دیگرش هم میری یه جای دیگه. من خواهشم از شما اینه، از مسئولین، از دوستان، هر کسی که این فایل رو نگاه میکنه یه پیام به حال ما بکنه. امسال سال حمایت از کالای ایرانی است. به خود هم پدر من ایرانیه، هم مادر من ایرانیه، منم یه کالای ایرانی حساب میشم. من هر چیزی هم که میگم حرفا مستنده، میتونید برید از اینترنت اسم فارسی منو بزنید، صلاح الدین کامرانی، مقالات فارسی میاد. اسم انگلیسیمو بزنید، مقالات انگلیسی میاد. اخیراً یه مقاله هم چاپ کردم تو مجله واتر ریسرچ که ایمپکت 6ه. دوستانی که تو دانشگاه هستن یا دیتیا میدونن سخت با این ایمپکت مقاله چاپ کردم. این هم یه جوان تحصیل کرده تو ایران که با این مدرک تحصیلی باید این شغل رو انتخاب کنه. اون وقت آقای روحانی از رضایت مردم حرف میزنه. آقای روحانی، ببینید که چی بر سر مردم آوردید توی این سالا. اون وقت پسر فلان وزیر با مدرک دیپلم سمت مدیریتی داره و حقوقای نجومی میگیره. با یکی از عجیبترین کودک آزاری های سالهای گذشته طرفیم. نامادری دختر بزرگتر رو اینجا حدود 1 ماه به این میله با این پارچه ها میبنده. چند روز این بچه ها بسته بودن تو عیاد؟ ظاهرن خیلی وقته. حسین برادر شما، یعنی پدر همین 3 تا بچه‌ای که از یتیم آزار شدن، تو زندگی 3 تا زن میگیره. از زن اولش یه دختر براش میمونه، بعد خانومش رو طلاق میده. از زن دومش یه دختر یه پسر براش میمونه، بعد اون زنش چی میشه؟ مریض شو، سرطان گرفت و فوت کرد. و زن سومی که میگیره میشه همین نامادری که با هم 3 تا بچه قبلی رو اذیت میکردن. یه چیزی که خیلی برای من سواله اینه که الان چرا یک آدم به عنوان نامادری و در اینجا البته و به عنوان مادر 2 تا بچه دیگه با این همه اختلال میتونه با قید ضمانت آزاد بشه و ما نمیدونیم که الان سر اون 2 تا طفل معصوم قراره که چه اتفاقی بیفته. سلام عزیزم، حالت چطوره داداشم؟ خوبی؟ ما گزارشگریم، از تهران اومدیم در مورد همین اتفاقی که افتاده. می‌خواستیم صحبتی بکنیم. این ماجرا چی بوده؟ خب برام بگو، تو صورت به این خوشگلی داری؟ صورت تو کی اینجوری زخم کرده؟ زن بابا. زن بابا؟ آره. چه جوری؟ با چی؟ با چسب حرارتی. با چسب حرارتی؟ آره. چسب حرارتی چیه؟ مثل این. با این چسب حرارتی دهنتو بسته بود؟ آره. ببین مشکلش با این بچه ها چی بوده؟ دیگه زن بابا. زن بابا من سراغ دارم به خدا مادر مادرتره. آره. با اینم زده بود تو دندونات؟ آره. میشه دندونای خوشگلتو ببینم قربونت برم؟ این دندونات با چکش شکسته؟ آره. تو این شرایط بودی؟
نمیتونستی مثلا یه جیغی بزنی، یه دادی بزنی، همسایی ها متوجه بشن؟ من جا چسب حرارتی زدم. روی لب چسب حرارتی زد؟ آره، تا صدام در نیاد. اینجوری بسته بود. دوست داری مدرسه بری؟ آره، ولی میترسم. میترسی مدرسه بری؟ از چی میترسی؟ قربونت برم. فکر میکنم اونجا میام ما رو میبرن. طبق ماده 39 کنوانسیون حقوق کودک، تمامی دولت‌ها موظفند برای تسریع بهبود وضعیت جسمی و روحی و روانی بچه‌ها اقدامات لازم رو به عمل بیارن. دولت‌ها باید این بچه‌ها. آقای روحانی، اینم یه نمونه دیگه از برکات جمهوری اسلامی هستش و هیچ قانونی در موردش تو کشور موجود نیست. اون وقت شما حرف از رضایت مردم و انتخاب جمهوری اسلامی میزنید. این حرف رو نزنید، مردم بهتون میخندن. ببینید درخت ریاست محترم جمهورمزا، محبوب هر ایرانی، ماشاءالله، محبوب هر ایرانی، محبوب هر ایرانی، صلی علی محمد. مردم عزیز و غیور آذربایجان، ناماوران ایران، تبریز قهرمان، امروز یک بار دیگر ما می‌خواهیم با هم پیوند جدیدی را برای ارتقاء آذربایجان و سربلندی ایران با هم ببندیم. آقای روحانی رفته بود تبریز و مجری میگفت محبوب هر ایرانی و مردم جواب میدادن تراکتور تراکتور و کسی نمیگفت محبوب هر ایرانی روحانی روحانی. فقط موندیم با چه روی ادامه دادن به صحبتاشون و دروغ پردازیاشون. بابا چقدر شماها پر روی ناخه. دولت برای اینکه کسی که مریض داره و برای کار ضروری میخواد بره، شورای پزشکی وقتی که تایید بکنه، خب دولت ارزش پرداخت میکنه. خب مردم برای تفریح میخوان برن، برای دیدن فرزندشون میخوان برن، برای یه کار اینجوری میخوان برن، خب طبیعی هستش که هم برای تفریح هم برای دیدن هم یک بار در سال که بیشتر نمیرن، که اونم پرداخت میشه. حالا بعضیا عادت کردن که تمام تعطیلاتشون رو برن خارج. خب نرن. خب ما به جاهای به این خوبی داریم. مثلا نمیخوام بگم نرن ها، ولی میخوام بگم وقتی کسی که الان ارز به این معنا میخواد که از ارز همه ملت ایران استفاده بکنه، باید بالاخره ما یه جوری بذاریم که همه بتونن عمل بکنن. بله، اینم صحبت‌های آقای واعظی رئیس دفتر آقای روحانی که اینجا مشخص شد که مردمن که مقصرن، هستن کمتر ارز استفاده کنن تا دولت بتونه بیشتر پول بخوره و اینکه مردم تا تعطیلی دارن نرن مسافرت خارجی که ارز و همه مردم استفاده نکنن. اه بله آقای روحانی، مردم به جمهوری اسلامی حتما رأی خواهند داد دوباره، حتما. خب عزیزان، خیلی ممنون از این که با ما همراه بودین و برای ما فیلم و گزارش تهیه کردین. ایمیل برنامه ما هم در همین نزدیکی با شما tv@gmail.com و شماره تلفن گزارشگر ما هم 2044-723-828-200-449 هست که میتونید از طریق تلگرام فیلماتون رو برای ما ارسال کنید. و تلفن پیغامگیر برنامه ما را هم که میدونین 201-818-999-45 هست و میتونید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب هم به اسم ایران فردا در همین نزدیکی با شما دنبال کنید. ما همچنان منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده شما به همراه فیلماتون هستیم. تا هفته آینده و خبرهای جدید، خدایا رو نگهدارتون.